طرفدار بازی کارتی هستید و میخواید همراه با بازی کسب درآمد هم داشته باشید این پست رو تا آخر ببینید آموزش خفن دیگه از سایت رمز ارز نیوز در خدمت شما عزیزان هستیم اسپلینترلنز یه بازی کارتیه که هر کارتی یه قابلیت و قدرتی داره که باید با استفاده از دسته کارتاتون ترکیبی و داخل بازی استفاده کنید که بتونید حریفتون رو شکست بدید و بابت هر برد توکن این بازی یعنی دی رو دریافت کنید هر کدوم از کارت های داخل بازی یه NFT هن. یعنی شما صاحب کارت های خودتون هستید و میتونید کارتاتون رو خرید و فروش کنید و حتی اونو اجاره بدید و بابتش روزانه مبلغی رو دریافت کنید این بازی که اول فقط قابل بازی داخل PC بوده الان یه نسخه برای اندروید هم داده که خیلی هم مورد رضایت کاربراش بوده برای شروع اول وارد سایتش میشیم به نشانی splinterlands.com خب حالا که وارد سایتش شدیم میریم یه اکانت بسازیم مثل همیشه روی گزینه پلی ناو میزنیم اینجا میتونیم با استفاده از ولت متامسکمون ماسکمون ولی چون یه وقت احتمال داره که بخوایم توی گوشی هم بازی کنیم ما میریم اکانتش رو میسازیم روی گزینه کریت اکانت میزنیم از همون ایمیل رو میخواد ایمیلمون رو وارد میکنیم و دوباره هم زیرش ایمیلمون رو وارد میکنیم اینجا این تیک میزنیم و روی گزینه کنتینیو میزنیم در مرحله بعدش هم از همون میخواد که یه رمز وارد کنیم وقتی رمز رو وارد کنیم اکانتمون ساخته میشه و میتونیم لاگین کنیم خب ما اکانتمون از قبل ساخته بودیم و الان لاگین کردیم برای اولین بار که وارد اکانت بشید براتون آموزش بازی رو میاره که چطوری میتونید از کارتتون استفاده کنید که اونو ما ازش عبور میکنیم چون واضح بود آموزشش و کامل یاد میگیرید روی گزینه پلی ناو میزنیم خب اینجا بخش اصلی اکانتمونه شما بعد از هر برد رنگتون اضافه میشه و میره بالا اینجا میتونید رنگ رو ببینید اگر رنگتون بالاتر باشه بعد از هر برد دی ای سی یا همون دارک انرژی کریستال که توکن این بازیه مقدار بیشتری از اون دریافت میکنید یعنی اگر رنگتون بالا باشه شما بعد از هر برد جایزه بیشتری میگیرید اینجا نوشته که چقدر تا پایان این سیزن مونده هر سیزن 15 روزه که بعد از تموم شدنش نسبت به رنکتون جوایزی میده این جوایز شامل NFT ها یا همون کارت های بازی و توکن این بازی هستن تو این قسمت کوست هاتون رو نشون میده که یه سری معمولیت بهتون میده روزانه که اگه تمومشون کنید بهتون جایزه میده جوایزش هم مثل همون رنگ هم. فقط الان ما نمیتونیم به این جوایز رنگ و کوهستا دسترسی داشته باشیم برای اینکه بتونیم از این جوایز بهره مند بشیم باید حتما اسپل بوکش رو بخریم که ده دلاره و بعد از خرید این اسپل بوک ما دیگه به همه قسمت های بازی دسترسی کامل داریم توی این اسپل بوک هم بهتون چند تا کارت میده که خریدش واقعا خالی از لطف نیست برای خریدش هم روی بای اسپل بوک میزنیم هم میتونیم با استفاده از پیپل بخریمش هم با استفاده از کریپتو که روی کریپتو بزنیم انواعش رو نشون میده بیت کوین لایت کوین وکس ترون خیلی راحت میتونید با استفاده از اینا بخریدش این بالا روی گزینه مارکت بزنیم و وارد بازار خرید و فروش کارتای این بازی بشیم فیلترش اگه بزنیم روی گرونترین و اینم فعال کنیم میبینیم که گرونترین کارت این بازی 666666 دلاره که رقم سنگینیه و بقیهشون هم میبینید به مراتب کارت های گرونی هستن و حالا اگه بذاریمش روی ارزون میبینید که کارتهایی که خیلی ارزونن 4 سنت حتی 5 سنت و میبینید که کلن این بازی از ریز تا درشت و داره و برای همه مناسبه حالا آپشن جذاب این بازی که اجاره کردنه اینه که شما میتونید هم کارتتون رو برای اجاره بذارید همین که کارت بقیه رو اجاره کنید ما اگر روی این کارت بزنیم برای مثال و بیایم فور رنت رو بذاریم بعد بیایم بیرون میبینیم که میبینیم که برای هر کارت بالاش یه مقداری اون مشخص کرده نوشته که چهار سنت در روز یعنی ما برای اجاره این کارت روزانه باید انقدر پول پرداخت کنیم که خیلی مبلغ کمیه بریم یه هم مبلغ اجاره کارت سنگینش رو ببینیم که برای این کارت خیلی قویش هر روز باید 83 دلار پول اجارهش رو بدیم که خیلی آپشن جذابیه و ملت از همین رو با اجاره دادن کارتاشون پول خوبی رو در میارن قسمت بعدی کارتامون رو میتونیم ببینیم فقط دقت کنید که اینا هیچ کدومشون NFT نیستن و خود بازی بهمون به داده کارتایی که ما دریافت کنیم از جعبه از جوایز جعب جعب بازی یا بخریمشون اونا NFT هن. قسمت بعدی ایونت است که خیلی جالبه اینجا تورنومنت هایی برگزار میشه که الان برای مثال این تورنمنت ورودیش یک دارک انرژی کریستال یک دیسی و جایزش هم 22 دلاره. اینجا میتونید ببینید چند نفر وارد این تورنمنت شدن و زمانش هم اینجا نوشته. حالا ما بریم روی گزینه ویو بزنیم تا مشخصات بیشتری ببینیم. شما وارد یه تورنمنت که بشید، باید حریفوی چندین حریف شکست بدید تا بتونید به یه مقام خوب برسید. حالا یه دونه دی ای سی برای ورودی میدید و اگه اول بشید 10 تا اس پی اس میگیرید. هم عرضه. حکومتی این بازیه که خیلی ارزشش بیشتر از دیسیه و یه دقت کنید که نفر سی و یکم این تورنمنت هم تو ده تا اسپیس میگیره که جایزه خیلی خوبیه من خودم اگر الان شارج بوده واقعا شرکت میکردم تو این تورنمنت البته باید دقت کنید که حریف های سرسختی توی تورنمنت شرکت میکنن شما تلاش کنید سطح خودتون رو بالا ببرید کارت های قوی تری داشته باشید و توی این تورنمنت شرکت کنید و جایزه های خوب تری ببرید تنها نشته که باقی میمونه دوستان گیلده که حتما توی یه گیلد جون چون هم یه سری افراد دوره همی داخل این گیلد که به پیشرفت هم کمک میکنید هم از یه سری مزایا بهره من میشید دوستان عزیز در آخر یه نکته رو بهتون بگم داخل سایت و پیج رمزرز نیوز صرفا بازی هایی که ظرفیت درآمدزایی دارن رو بهتون معرفی میکنیم و ازتون خواهشمندیم که قبل از ورود به هر کدوم از اینا حسابی تحقیق کنیم اگه خوشتون اومد این پست رو لایک کنید و نظرتون راجع به این بازی رو برامون کامنت کنید